شما بینندگان عزیز تلویزیون پارس، برنامه دیدگاه از این لحظه مدت یک ساعت در خدمت شما هستم تا مطالب متنوع سیاسی و مبارزاتی رو با هم مرور بکنیم. در این برنامه آقایان دکتر قرقزلو و سیاوش اوستا ما رو همراهی میکنیم. فردا شب شب چله است، شب ده حال درازترین شب سال که همه خانواده ها در کنار یکدیگر قرار می گیرند تا این شب ملی و تاریخی رو در حال که طولانی تر شب سالته با هم بگذرونند. اما فراموش نکنیم که باید هم باره همبستگی خانواده های داغدار رو در نظر داشته باشیم. امسال عرض کردم که باید در کنار هر خانواده های جان باختگان و یاد آنان باشیم و اینها هر یک جداگانه جایگاه ویژه‌ای در دل هر ایرانی دارند. این یارو کثافتی است که ریش و پشمای عوضی هم داره، اسمش محمد رضا نقدی و که معاون هماهنگ کننده سپاه پاسدارانه، گفته که فقر مردم به دلیل عمل نکردن به دستورات خامنه‌ایه. دستورات خامنه‌ای اینه که به دزدا میگه بردارین پولا رو دربین برین مملکت خالی کنین. همه عوامل اطراف خودشو داره میگه. گفتم این یارو مردی که ولایتی اصلا از کجا آورده چنین ثروتی که 18 میلیارد بخواد بابت خونش فقط بگیره. همه این مسائل رو مردم توجه دارن و ریشه این مبارزاتی رو که جوانان آغاز کردن در همین مسائل باید دید. دوست گرامی ما که چهره زیباشون اومد روی تصویر و امیدواریم که مطالب جالبی رو امروز به نظر من و شما و همه برسونن و ببینیم کسی در چنده دارن. درود گرم به شما آقای سیاوش اوستای عزیز. درود بر شما استاد شرفشاهی، روز و شبتون خوش. درود دارم به آقای دکتر قرقزلو که با ما بودن، برادر مهندس سمیر شجره، آقای شهرتی و همه بینندگان عزیز که نشستن و این برنامه رو میبینن و آرزوی تندرستی و پیروزی هم برای شما آقای شرفشاهی و خانواده محترم دارم. بله، سرما که نخوردین، صداتون مثل که گرفته. چرا سرما خوردم؟ چون یعنی هممون تقریبا سرما خوردیم و گلودرد و اینها دیگه، تا ببینیم چی میشه دیگه. خوب میشه ولی ماها در هر شرایطی که باشیم سنگر رو نمیتونیم راه کنیم، باید دنبال در حال واقع گرایی و مطلع کردن مردم ایران در داخل باشیم. خیلی ممنونم از شما که همیشه ما رو ساپورت میکنین و بهترین مطالب رو در اختیار بینندگان این برنامه میذارین. قربون شما، در خدمتتون هستم. استاد شرفشاهی، امروز میخوایم یک مسئله ای که سالهاست در ایران مطرحه، در خارج از کشور مطرحه، ولی نظام جمهوری اسلامی خیلی تلاش کرد تو این سالها که این به هیچ عنوان باز نشه. یکی از قربانیان این پدیده فرشید حکی هست، دکتر فرشید حکی، رفیق بنده و بچه خواهر آقای دکتر بهرنگ اجتهادی که چند سال پیش در تهران ایشون رو کشتن، در داخل اتومبیلش ایشون رو سوزوندن. اون مسئله اینه که یک بمب تازه‌ای منفجر شده در جهان خبری ایران که این بمب، آقای شرفشاهی، من فرمایشات شما رو گوش میکردم وقتی که گفتید این نظام جنایتکارترین نظام تاریخ بشره، من واقعا همین تو ذهنم بود که بگم که تا کنون بشریت، یعنی از هر کجای جهان شما بخواید تاریخش رو وا کنید ورق بزنید، از اونهایی که آدم ها رو زنده به زنده می سوزوندن تا اونایی که سر می بریدن و چه این جنایتی که اعلام شده مدتی است که از قبل خبردار بودیم و می گفتیم و پرسش مطرح می کردیم، واقعا
ننگاوری برای بشریت که بشنوه و کاری نکنه. من اینم تو پرانتز بگم که استاد شرفشایی، من چون با بچه ها در تماسم و میدونم دیگه تعارف هم ما نداریم تو این هنگامه ای که جهان داره از ایران و بچه ایران پشتیبانی میکنه، جهان آزاد به جز خب حکومت های مسئله دیگه است، بچه های ما رو زنها مردهای مسن پشتیبانی نمی کنن، خصوصا پدر مادر پشتیبانی نمی کنن که بیان رفراندوم بزرگ یا میلیونی رو انجام بدن، چون همه کارا شده تا این نظام ساقط بشه. اون نکته هم که میخوام بگم پیش از این که اصل موضوع رو بگم اینه که آقای شرفشایی هیچ کدوم از فرزندان دلیر ایران آریایی، دختر و پسر جوانی که اومدن توی خیابون الان 3 ماه خورده‌ایه و قبلش هم البته همینطور، ولی ما همینو میگیریم و تظاهرات کردن و دارن میکنن و از دشمن نیرو گرفتن، یعنی این بار تنها باریست که چنانچه خود قاآنی صحبت کرده رئیس سپاه قدس و گفت، و بعد این رو از توی صحبتاش قیچی کردن، چون این آدم هپلو گفت اینو قیچی کردن، ولی بود روی سخنانیش، گفت ما تا کنون توی این شورش، اون گفت شورش ارتشاش هر چه حال، اون گفت ما 7 برابر ما قربانی دادیم نسبت به مردم، یعنی اگر از ما تا حالا 100 نفر آقای شرفشایی کشته شده، از اونا تا حالا 700 نفر کشته شده، یعنی پیروزی تا کنون حتی از نظامی با مردم ایران بود. اما اون نکته هم که خیلی مهمه اون اینه، 2 مورد، یک اینکه نظام جمهوری اسلامی با بعض وقتا یک توییت میتایی میفرسته به رنگهای مختلف که ماها رو سانسور کنه و ماها رو بندازه توی هکرای، از جمله که مثلا اخیراً همی آفمدن میگفتن آقا یلدا رو نگیریم دیگه، یلدا شب 40 رو جشن نگیریم، همه عوازادار اینا، که من مداخله کردم، بچه هم گسترده پشتیبانی گفتیم آقا همه 1401 سال که ما داریم میلیون ها قربانی دادیم تا این سال ها، میلیون ها قربانی دادیم، داریم می جنگیم با این تازیان فقط به خاطر جشن یلداست، فقط به خاطر جشن مهرگانه، فقط به خاطر جشن نوروزه، به خاطر حفظ این هاست. ما همون موقعی هم که ما رو مینداختن توی آتشکده هامون و ما رو میسوزوندن، ما باز حاجی فیروزمون بود، اما نوروزمون که میتراست، میترا بود، جشن نوروز بود، برگزارش میکردیم. حالا هم نظام پلید اسلامی چون خورده بود به دهه فاطمیه فاطمیه و فاطم و فاطمه فاطمه که داره اینا، چون تازیا همش عزا دارن، هر چه ما هستیم ایرانی همش جشن داریم، همش عزا اومده بودن این رو از طرف تو دوستان من و شما، همه که بینش ندارن، الان بینش باید داشته باشه تا بفهم آقا مجید کشته میشه میگه شاد باشید، وقت شما میگی شادی نکنین، جشن نگیرین. حالا این یکی، دومی که این میخوام بگم آقای شرفشایی، تا کنون هیچ بچه جوونی نیومده تو خیابون بره تظاهرات ننه باباش اجازه گرفته باشه، همیشه ننه باباها هر کی میخوان باشه مخالف بچه هاشون بودن که برن تظاهرات. این بچه ها برای همینه که یک نسل نو و جدیدی است که با همه چیز فرق میکنه. اومده بودن مثلا بیان بگن که آقا ما یک سری اطلاعات اخبار رو درباره رژیم نگیم، مادرها مانع میشن، پدرها کنار، نه، بچه های ما الان انقدر قدرتمند، انقدر شجاع هستن که در میدان نبرد هستن. الان خبر چیه؟ یک پروفسور نخبه ایرانی که من خودم بهش ارادت دارم، در رنس فرانسه درس خوند و بعدا رفت امریکا، یک نخبه است در سطح جهانی، پروفسور حسام نوذری است، من از اینجا بهش درود میفرستم و شجاعتش رو تحسین میکنم. پروفسور حسام نوذری، آقای شرفشایی، هفته پیش این پرسشی که من تو برنامه شما 3-4 بار کردم، تو برنامه های دیگه سالهاست میگیم که آقا چطور میشه که این بچه ها تک و توکی که اعدام شدن و یا میگن از با تیر زدن، یا میگن مثلا نیکار از بالا ساختمون انداختن پایین، اینها همیشه وقتی شما به عکس های نگاه میکنین اینا هم زیباترین هم، هم ورزشکار و خوشتیپ و خوش اندام هستن. خب تو تظاهرات خیلی بچه میرن، همین بچه محمد حسینی که الان امروز محاکمش کرده بودن، این کاراتکاره، بچه های دیگه همینطور، مجید رهنورد قهرمان کشتی بود، قهرمان کوهنوردی بود، قهرمان موتورسواری بود، چرا این خوشتیپ های ما رو ورزش کاره ما میکنن؟ آقای حسام نوذری به عنوان یک پزشک متخصص
استاد که در پروفسور ایشون جواب داد چند روز پیش به اون، این که استاد شرفشایی فیلمی هست که آقای شهرتی نشون میدن، این حرامزاده ها که هر دو سال یک بار مشخصا میان ما رو قتل عام میکنن، از اول تا الان اینها به خاطر یک بازار نفت دیگه، بازار طلای دیگه ما رو قتل عام میکنن، بچه ما رو میکشتن و میکشن، که این دفعه خوشبختانه کاهش پیدا کرده و این دفعه دیگه اینا سرنگون هستن و این دفعه دیگه اصلا دفعه قبل نیست. چون میگم بهتون که خود بچه های رژیم تو همین قضیه بودن. الان همین محمد حسینی که کسیه که حسینیه، سیده، بعد این گفتم سیده های باشرف داشتیم داریم، اینها بر اساس تحقیقات و پژوهش های پروفسور حسام نوذری عزیزم، اینها استاد شرفشایی، همه بچه های ما رو که شنیدین میگن شبانه رفتن دفنش کردن، وقتی که تحویل هم اگه دادن توی بسته بندی بوده که اینا نتونن وا کنن، تا گفتن جسد نباید وا بکنید و اینها، اینها داخل پیکرها رو خالی میکنن و تمام اعضای داخل بدن و ارگانها رو میفروشن. آقای شرفشایی میفروشن، یه بیزنس بزرگ جهانی دارن که حالا این فیلم رو ببینیم با هم و بعد در تکست اطلاع خدمتون. ببینید جناب شرفشاهی، خوب نگاه کنید ببینید اینها رو، این جوانان برن خوشگل ها، خوشتیپ ها، ورزشکارا، زیبارویان رو همه رو اعدام میکنن توی کوچه، توی خیابون میکشن، از بالای ساختمون ها پرت میکنن پایین، با تیر از راه دور میزنن، چه سفارش داده شدن اعضای بدن این بچه ها رو این حرامزاده ها تو دنیا میفروشن. ببینین همه قهرمان، همه قهرمان، همه پهلوان، ولی توی بدن شون ببینین بقیه ها رو بدن خالیست، توی بدن خالی میکنن حرامزاده ها و میفروشن. و در سر تا سر جهان الان همه دانشگاه های دنیا، همه بیمارستان هایی که گرفت انجام میدن، میدونن که ایران بهترین جا برای خریده. مردم هم که پول دارن که اینا رو هزینه میکنن میخرن دیگه. شوربختانه ما نهایت بدبختی و بیچارگی داریم میکشیم توی دور زمانه چنین رژیمی رو، مردم متخصصی میگن در تاریخ بیسابقه است. تاریخ برای سرنگونی این نظام تازی امروز دنیا با ماست. شما ببینید نه فقط روزنامه های فرانسوی است، همه ی روزنامه ها، مجلات، شما روزی نیست که نبینید یک مقاله مطلبی در مورد ایران. فرانسه تنها نیست، همه جای دنیا با ما هستن، با مردم هستن، همه جا جوان ها تو خیابونن. فقط این پیرپاتاره، این پدر مادرهایی که فرزندان خودشون اینگونه ننگین میفروشند، اینطور بدنشون رو خالی میکنن و دفن میکنن و اینها اونجا نشستن، همونطور به هیچ عنوان همراهی با جوانان ما نمیکنن، با بچه های خودشون نمیکنن، بچه های اینا قربانی میشن، کشته میشن، اعضای بدنشون توی دنیا به فروش میرسه، پدر مادرها خوابیده خمار. خیلی خوب. خب این فیلم به هر حال در تمامی شبکه‌های اجتماعی جهان هست. اون اینه که بچه ها رو که تحویل دادن، بعضی وقتا اینا پیکراشون رو تو قبر در آوردن، میبینن که از این بالا تا پایین پیکرها بخیه داره، جسدها، پیکرها بخیه داره. نه الان، سال 98 همینطور، سال 96 همینطور، برفتن بعضی هم کاربوت چکافی کردن، دیدن اینها پیکرها از بالا تا پایین بخیه داره، باز شده و تمام اونایی داخل اینا در بودن تو خارج میفروشن. حالا آقای شرفشاهی، این قضیه چون در رسانه‌های خارج هم مطرح شد، امروز تحقیقاتی که بچه‌ها کردن از چند کشور به ویژه فرانسه و کشورهای دیگه مثل بلژیک و آلمان و سوئیس به من خبر دادن، حتی دانشگاه‌های اروپایی این رو خبر داشته و دارن، یعنی میدونن، میگن ایران یکی از بزرگترین بیزنس هایی که میکنه با دنیا همین فروش اعضای بدنه، اونم مال جوونا، چون مال چون اینا یه کارتای سازمان درست کردن، سازمان اهداء اعضای بدن، که این سازمان اهداء بدن برین رو سایت میبینید، میبینین تمام دزدا،
تمام جنایتکاران، تمام جلادان 40 ساله نظام جمهوری اسلامی ایتو هستن، عضو هیئت مؤسس، عضو هیئت امنا، عضو سفرا و و و اینها اونجا هستن. از جمله مثلا یه دکتری هست که اصلا پروفسور سیف الدین نبوی به من گفت که این دکتره که وزیرم بوده، خمینی رو خودی کشته، چند تا از قطره خود داخل نظام ایشون تو این سازمان اهداء اعضای بدن هست، از اعضای بدن های شرف شایی. حتی قبل از این اعدام ها یادتون باشه چند تا هنرپیشه خوشگل و خوب و قشنگ هم که کارت این رو داشت اعضای بدنشون رو بدن کشته شدن، ملعون ها مشکوک بود همه و جای پرسش و سوال بود. این هست که این باند مافیایی نظام جمهوری اسلامی که تا این حد داره این جنایت بزرگ رو مرتکب میشه و سالها هم هست وجود داشته و داره، اونطور که متخصصینی که در این زمینه کار کرده میگن، و اینا تمام تلاششون این بوده که اینو مختومه نگه دارن، باز نشه، چون باز شدن همین های شرفشایی موجب میشه که تمام اون پدر مادرهایی که ساکت نشستن باز روی مسائل چه و چه و چه از بچه ها حتی پس از مرگشون پشتیبانی نمیکنن، لاغت شرف پیدا کنن، ببینن که خارجی ها وقتی اینو شنیدن. یکی از استاده دانشگاه میگفت من تو دانشگاه وقتی شنیدم اینطور در ایران وجود داره، چون اسلامیه، یعنی از نظر اسلامی اینا فتوا دادن که میشه اعضای بدن رو جدا کرد اینا، ولی اون شرایطی که در ایران اینها گذاشتن که اگه کسی بخواد بمیره و اونا چهته اینا میکشن، حتی وقتی که توی تظاهرات نکشته بودن اینا هنرپیشه ها رو، حالا اسمشون هم هستی که اینجا من نمیخوام بگم، تو تصادف تو چه خانومه چون این کارتاش کشته میشد از اعضا بدنش میفروختن. این نکته که پروفسور حسام نوذری باز کرده، مافیای جمهوری اسلامی سعی کرده سالها پنهان نگهش داره، بایستی توسط تمام رسانه ها جهانی بشه تا دیگه جایی برای این نظام نمونه و پیدا بشه که تا چه حد اینا جنایتکارن و چرا همه اعدامی ها ورزشکارا هستن و زیبا رویان. پرسیدین از خودتون چرا همش دلاورای ما رو میگیرن میکشن، پهلوانای ما رو میگیرن میکشن، دختر خوشگل ما رو میزنن میکشن، اینو پرسیدین چرا؟ چرا؟ بنویسین رو کاغذ یادداشت کنین ببینم میدونید چرا یا نه. اعضای بدن قربانیان ما، هممیهنان ما در کشورهای اروپایی فروخته میشه. جناب بانی حتما شما شنیدید که جسدها رو تحویل خانواده ها نمیدند. جوانی کشته شده، نوجوانی کشته شده 16-17 ساله، جوانی دار زده شده، اما جسد اون رو تحویل نمیدند. و زمانی که جسد گرفته میشه بدن با یک پلاستیک پوشیده شده و اگر فرصتی داشته باشن تا بدن رو ببینن پر بخی است، در پشت بخی است، در پهلو بخی است، بخی است گردن، اعضای داخلی از بدن خارج شده برای فروش در یک مقیاسی که دنیای ما تا به حال به خودش ندیده. جناب مانی دنیای ما تا به حال یک همچین جنایتی رو به خودش ندیده. شما در هیچ فیلمی در هالیوود جنایت در این مقیاس رو نمیبینید و به همین دلیل یا خودشون اون جسد رو خاک میکنند یا حسابی اون رو پوشش میدند، حسابی مراقب هستند، یا اگر در مراسم شرکت کنند میبینید که از نزدیک شدن افراد به جسد جلوگیری میکنند. و عجیب هست به خاک سپردن قربانیان ما مدت هاست که انجام میگیره، اما ما هیچ وقت از خودمون نپرسیدیم واقعا چرا اینها اینقدر اصرار دارن روی این جسدها. و دلیل اون جناب مانی این هست که اعضای بدن قربانیان ما رو به فروش میرسونند در همین کشورهای اروپایی که من بارها از هممیهنان خودمون خواهش کردم که روی اونها حساب نکنید، ما تنها هستیم هممیهنانم، اما نیازمند به بیگانگان نیستیم. همین بیگانگان این آخوندها رو ساختن، آخوندیسم ساخته و پرداخته بیگانگان است، ما نیازمند به اونها نیستیم. ما خودمون به تنهایی به لطف خودباوری و همبستگی میتونیم این دشمن رو شکست بدیم به راحتی،
اعتصاب سراسری. همینجا از تمام کامیوندارها، راه آهن، پتروشیمی، فولاد، نفت و گاز، میخوام که دست به اعتصاب سراسری بزنند. بله، این مسئله یورش هایی که ظرف چند روز گذشته در زندان ها از جمله زندان قائم شهر انجام شده، برای اینکه اینا دونه دونه آدم های زندانی ها رو میخوام برن اعدام کنن و رفقا و افرادی که در زندان هستن شورش بکنن، نمیذارن، درگیری میشه و در زندان قائم شهر به هر حال یه نفر هم کشته شده با تیر زدنش که بتونن زندانی رو از دارن ببرن اعدام بکنن. حالا این بچه ها که این همه مبارزات اثرگذار جهانی کردن، باید با کوکتل مولوتوف برن در بندازن جلوی زندان ها، زندان ها دراشون باز بشه، مردم زندانی ها بیان بیرون و یه مشکل تازه‌ای برای حکومت ده ها به وجود بیاد. این زندان قائم شهر میدونین به یک درگیری شدیدی بوده که این پاسدارا اومدن و با تفنگاشون اینا زدن، هم جزم چند قدمی خودشون یه در انداختن. اصلا رحم در وجود هیچ انسانی که به این رژیم وابسته به خاطر باجهایی که از این حکومت میگیره تا این زندگی لعنتی خودش ادامه بده، آدم رو شگفت زده میکنه. آقا شما انسانی، حتی آدم گرسنه باشه بهتر و شرف داره که بیاد بره زندانی رو با تیر در چند قدمی بزنه بکشه، چرا که معترضه، چرا که داره جلوی فردی رو میگیره نبرن اعدامش کنه. بله، امروز استاد چرفشایی در خوزستان درگیری شدید مسلحانه بوده و اونطور که پیداست اسلحه های بسیاری در دست مردم هست و به ویژه در خوزستان خود رژیم اعلام کرده که حدود 1000 قبضه اسلحه برای همین امروز گرفته. یعنی کار این نظام تمامه. ما بایستی فقط سعی کنیم و تلاش کنیم. این در آخر این ویدئویی که خدمتتون بود که باز نشد، نشریات فرانسوی رو براتون گذاشته بودم چون چند وقت پیش خواستید ببینید که الان تمام نشریات فرانسوی آقای شرفشایی هر روز از لوموند گرفته تا پاریماش تا فیگارو و و و اینها هر روز مطلب درباره ایران دارن و پشت این انقلاب مردم ایران هستند قاطع و محکم و تمام پارلمان های اروپا که اینها اکثرشون هم ایرانی ها درش هستند و این رو توی لیست دولت موقت اومده که همه اینها شخصیت هایی هستند که در خارج از کشور یا وزیرن یا رئیس پارلمانن و یعنی الان همه چیز آماده است برای سقوط این نظام و خود نظام همونطور که شما هم نوشتید و گفتید دارن خونه هاشون رو میفروشن و تک تک دارن فرار میکنن، چه زمینی چه هوایی. فقط تنها چیزی که آقای شرفشایی نیاز هست که پایان کار اینا رقم بزنه آمدن میلیونی پدر مادرهایی است که بفهمند که بچه های نازنین سرزمین آریایی رو اینا حتی پس از کشتن سال هاست یعنی از اون قدیم قضیه بوده، اینها چیزای بدنشون هم در میارن تو جهان میفروشن باش کاسبی میکنن و مافیای بزرگی روی دارن آقای شرفشایی در روسیه و جای دیگه یک مافیای بزرگی روی قضیه داره کار میکنه شوربختانه که این دیگه بزرگترین ننگ تاریخی نظام روحانیت است. بله، من باید به جوانان ایران، جوانان مبارز ایران توجه بدن که کشورهای اروپایی به ویژه آلمان، فرانسه، بلژیک اینا کاملا حمایت میکنن از جوانان ایران، مبارزاتشون و اعتراض میکنن به این اعدام هایی که بعد از این همه کشتار داره به صورت سریالی اجرا میشه. این باید مبارزات خودشون و خود این جوانان هم لااقل به شدت ادامه بدن و اون البته توجهی که شما دادین پدر مادرها باید به اینا واقعا بپیوندن، به بچه هاشون کمک کنن و شر این حکومت بکنن. ولی خب نقش جوانان ایران بسیار ارزنده بوده، همه جای اروپا، همه کشورهای اروپایی دارن به اون اشاره میکنن، از اون حمایت میکنن، حتی دارن از ایرانیانی که در داخل زندان شدن حمایت میکنن. از شما بسیار سپاسگزارم.
سیاوش حبستاد عزیز که در حال مطالب جالبی رو در این برنامه مطرح کردین. تا هفته آینده شب و روز خوشی رو برای شما آرزو دارم. بینندگان عزیز، برنامه ما در اینجا پایان گرفت. همراه آقای دکتر قرقزدو، سیاوش حبستا و کارگردان برنامه آقای امیر شهرتی تشکر و سپاسگزارم و تا هفته آینده شب و روز خوشی رو برای همه شما آرزو دارم.